به دکتر ریاضتی عزیز و با عرض سلام از بینندگان تلویزیون شما و تشکر از توجهشون. سوالم همیشه این بینندگان ما یکی از تقاضاهایی که کردن از من این است که اولا جوانها رو بیار که بتونم سخن از امروز بکنم و ما رو با نسل جدید، دنیای جدید آشنا بکنم. یعنی فقط از سقراط و افلاطون 2000 سال قبل نگو، بیا یه مقدار از ذخایر انسانی امروزی استفاده کن. من وقتی که فعالیت‌های شما رو پیگیری کردم دیدم شما در حقیقت به عنوان یک تراپیست و از همه مهمتر از تراپیست مهمتر به عنوان یک انسانی که هدف آن است که یک خدمت بسزایی به نوع انسان بکنی، یکی از مشکلات اساسی که در جامعه هست رو خواستم با شما در میون بذارم و محاوره رو شروع بکنم. با اون مشکل اکثر اهل عالم، بلخص دوستان ایرانی ما رو و به طور خاص در ایران اسیر کرده و آن استرابه، نگرانیه، ناامنیتیه که وقتی درست نتونه بهش رسیدگی بشه در حقیقت به افسردگی می انجامه. و شما بهتر از بنده می دانید که دیپریشن یک مسئله هست که حداقل 75% اهل عالم رو در حقیقت تهدید کرده. من می خوام اولا شما توضیح بدین استراب، نگرانی، افسردگی برای شما چی هست، عواملش چی هست و بعد برسیم به راه حلاش. من فکر میکنم استراب، ناامنی و نگرانی که شما بهش اشاره کردین، برای من اول هر کدوم از اینا جنبه این که یه حس هستن رو دارن. از لحظه که هر بچه متولد میشه با حس استراب مواجه میشه و حس استراب باعث میشه که از خطرهایی که تهدیدش میکنه اون رو بهش یه هشداری بده و از طرق مختلف بتونه این پیام رو به اطرافیان برسونه که من در خطرم یا ناامنم یا میترسم یا حتی گرسنه هستم. بچه انسانی وقتی که متولد میشه با حواس پنجگانش تمام اطلاعات رو از طبیعت، از اطرافیان، از معاشرین، از همه جا دریافت میکنه و ما طبق حواس پنجگانمون هست که این اطلاعات رو به سیستم مغز و سیستم عصبی میرسونیم. بچه آدمی با گریه اولین وسیله و شاید تنها وسیله‌ایه که تمام احساساتش رو ابراز میکنه و همینطور که در حال رشد پدر و مادر بهش یاد میدن که الان گرسنه هستی که گریه میکنی، پس به بچه شروع میکنن به معرفی کردن احساساتش و هرچه بیشتر با این بچه صحبت کنن و احساسات و اتفاقات اطراف رو بهش بهتر توضیح بدن، اون هم با حس خودش، احساسات خودش بهتر آشنا میشه. مرحبا به شما. پس یعنی من ببینم درست میفهمم یا نه، چون شما خیلی عالمانه حرف میزنین و در حالت بچگی پس در حقیقت استراب و نگرانی، ما الان به افسردگی نرسیدیم. در حقیقت یک وسیله‌ایه که فرد ابراز بکنه ناامنیتی خودش رو، احتیاجات خودش رو. بنابراین اون زیاد بد نی. بله؟ بله. پس یعنی ما اولین چیزی که فهمیدیم استراب و نگرانی تا حدودی در سنین مختلفه به خاطر عوامل مختلفه میتونه در حقیقت سازندگی داشته باشه. اینو میفرمایید شما؟ بله.
احساسات ما در حقیقت پدیده های طبیعی هستن. یعنی حس استراب به تنهایی مشکل ایجاد نمی کنه اگر به جا استفاده بشه و به جا کنار گذاشته بشه. من همیشه یه مثالی رو دوست دارم که ما همیشه قراره که راننده تقدیر خودمون باشیم و وقتی که توی این مسیر زندگی در حال رانندگی هستیم، توی این جاده‌ای که داریم پیش میریم، وقتی که خطری ما رو تهدید میکنه، اگر راننده دیگه با بی‌ملاحظگی جلوی ما بپیچه، قراره که حسای ما به عنوان مسافرین ما باشن. حس استراب رو به عنوان یک کمک راننده به طور موقت بیاریم، ازش استفاده کنیم، چون حس استراب باعث میشه که دستگاه گوارشی ما از کار بیفته اون لحظه یا چند لحظه، تمام خونی که داریم به ماهیچه ها بره، بتونیم عکس العمل سریع‌تر نشون بدیم و ما رو از خطر نجات بده. برای همین من فکر نمی کنم که هیچ کسی بخواد که استراب ریشه‌کن بشه، برای اینکه ما برای زنده موندنمون احتیاج به حس استراب داریم. ولی اون لحظه‌ای که حس استراب از کمک رانندهی، از مسافری خودش رو بخواد تبدیل بکنه به اینکه حالا منم که تصمیم میگیرم که این تقدیر این شخص، این زندگی این طرف به کدوم جهت بره، چون حس تدبیر نداره و نمیتونه فکر بکنه و فقط با واکنش خودش رو ابراز میکنه، یک زندگی خیلی شکننده و یک جاده خیلی لغزنده ایه که اون موقع است که ما به مشکل برمیخوریم. مرحبا. پس یعنی در حقیقت استراب و نگرانی تا زمانی که وسیله و قوه دفاعی بشه برای این که مغز و عقل به عبارت صحیح تر بتونه یه راه های بهتری رو برای وضعیتی که ما درش هستیم ایجاد بکنه، خیلی هم مفیده، لازمه. ولی به محض اینکه اونها ما رو فرا میگیرن، یعنی به جای اون که وسیله بشه، در حقیقت ما میشیم وسیله‌ای در خدمت استراب، اونجاست که شاید زندگی معنی خودش رو از دست بده. و آیا اون موقع است که به افسردگی ما میرسیم؟ یعنی در مرحله دومه که وقتی ما کنترل رو از دست میدیم، اون موقع انوایرمنت، محیط رو ما تأثیرش بیشتره، عوض این که ما طبیعت رو بگیریم وسیله، طبیعت ما رو میگیره. آیا اینه که ما رو به افسردگی و بیمعنی بودن میرسونه؟ معمولاً حس استرابی که به طور مزمن و درمان نشده و فقط از حس دیگه تبدیل شده به یه حالت مدام، اون بعد از یه مدتی تبدیل به افسردگی میشه و یه مقداری اصلا کاراکتر ما رو عوض میکنه و فاکتورهای مختلفی باعث این میشه که این استراب کنترل زندگی رو از ما بگیره. مسائل خانوادگی میتونه باشه، رول هایی که اجتماع ما بهمون برای ما تعیین میکنن، عقاید خانواده، حالا از مذهب، از سیاست. چون همجوری که من چون خیلی وقتا با بچه های کوچیک کار میکنم، همیشه مثالایی که دارم از رشد بچه هاست. معمولا بچه ها اولین چیزهایی رو که دارن یاد میگیرن فقط در مراحل اولیه یک ایمیتیشنه، یه فقط رولی رو بازی میکنن، یعنی دنبال یه الگویی میگردن که پیروی بکنن. بله. مثلا بچه های کوچیکی که تازه راه افتادن جارو رو ور میدارن و شروع میکنن روی موکت کشیدن بدون اینکه بدونن هدفشون از این کار چیه. هدفشون تمیز کردن نیست، فقط چون دیدن اطرافیانن که زیاد این کار رو کردن، اونا هم سعی میکنن با تکرار رفتاری که دیدن، اونها هم رفتاری که شاید دارن باید یاد بگیرن چجوری اجرا بکنن رو ادامه میدن. پس بنابراین میتونم حدس بزنم که اگر بچه‌ای یا تینیجری، حتی بزرگسالانی که وقتی توی خانوادهشون آدم‌های مضطربی هستن که دیگه فقط استراب ندارن بعضی وقتها موقع خطر، موقع لازم، و که
انسان هایی هستن که با استراب دارن زندگی میکنن، احتمال زیاد یاد میگیرن. یعنی جنبه ارثیش فقط این نیستش که ما اون ژن رو از خانواده گرفته باشیم، یه مقدارش هم از خانواده یاد میگیریم، یعنی جنبه ارثی یادگیری داره در حقیقت. حالا شما وارد یه مرحله جدیدی شدیم، عوامل پس میتونه ارثی باشه یا به قول شما محیطی باشه. آیا تربیت و اراده تأثیر نداره؟ البته. پس بنابراین محیط رو ما میتونیم عوض کنیم اگه بخوایم. بله؟ بله. ارثی یعنی چی؟ یعنی اگه بابای من مضطرب بوده، نگران بوده، افسرده بوده، من قابلیت این رو دارم که مضطرب بشم یا اینکه باش میاد. من تا متولد شدم یه حبیب مضطرب نگران افسرده پژمرده متولد شده، کدوم میشه؟ فکر میکنم همونطور که جنبه ارثیش، اگر من توی خانواده ایرانی متولد شدم، من زبان فارسی رو یاد گرفتم و برای اینکه بتونم به زبان انگلیسی مسلط باشم خیلی سخت‌تر بوده برام که انگلیسی رو یاد بگیرم تا کسی که به زبان انگلیسی باهاش شروع کردن از تولد صحبت کردن. یعنی اون چیزی که از طریق ژن ما باهاش متولد میشیم خیلی وقتا این نیست که تا آخر عمر باهاش درگیر خواهیم بود. همونطوری که من زبان فارسی رو اول شروع کردم به صحبت کردن، بعد تصمیم گرفتم زبانهای دیگر رو یاد بگیرم که مهارت‌های بیشتری داشته باشم، در موارد روانی هم همینطوره. ما حتی اگر با ژن استراب خیلی قوی متولد شده باشیم، با یاد گرفتن احساسات خودمون و یاد بگیریم که چجوری احساساتمون رو ابراز بکنیم که اطرافیانمون بتونن ما رو درک بکنن، میتونیم با این رشدی که روی رفتارمون و شناخت بیشتر احساساتمون، حتی اگه یه ژن خیلی قوی هم داریم، بتونیم روش کار کنیم و بهتر بشه. من دوباره بفهمم شما چی میگی که من برم به چایلدهود خودم بپردازم. شما در حقیقت به جنتیک پریدیسپوزیشن اشاره میکنی. بله؟ یعنی اینکه من قابلیتشو دارم ولی دلیل بر این نیست که من اون بشم. بله؟ دقیقا. بله. چون میتونم من با آشنایی به اون، میتونم با محیط سالمی که واسم فراهم میکنم، تعلیم و تربیتی که میگیرم، شاید اون قابلیت رو به یه قابلیت دیگه تبدیل کنم. نه؟ دقیقا. پس اگه اینطوره، ما در مورد ژن زیاد نمیتونیم کاری بکنیم، ولی آیا افسردگی نتیجه این میتونه باشه که ما یه قابلیت های استعداد های درونی داریم که اگر استفاده کنیم زندگیمون با معنی تر میشه؟ و آیا سوال ما اینه، ادلر رو میشناسین؟ آلفرد ادلر مرد خوبی بوده. ادلر معتقد بود که وقتی یک نفر دیپرس میشه، دیپرشن، افسردگی، یک طریقیه برای ویدرال، یعنی برای اینکه به خودش معنی بده، چون نمیتونه با جامعه روبرو بشه، اسکیل نداره، چون با خودش و خانوادش و عالم زیاد ارتباط سالمی نداره، ولی از طرف دیگه شاید قابلیتاشو داره. از این تلاقی این دوتا یه فنامنای ایجاد میشه که ما بهش میگیم دیپرشن. شما موافق هستی با ادلر یا نه؟ من فکر میکنم توی علم اصولا خیلی مهمه که ما نگیم که هر چیزی 100% همینه. آفره. برای اینکه توی علم روانشناسی هم، زبان روانشناسی که ستیستیک هست، به ما میگه که چیزی که رایجه
60% موارد، 70% موارد اینطوره و همیشه کیس هایی که از میانگین یا بیشترن یا کمترن هم وجود داره. اینه که من این نظریه ادلر رو فکر میکنم که درسته، ولی نمیخوام بگم که 100% موارد افسردگی در این حال هست، برای اینکه ما مدل های مختلف افسردگی رو داریم. مثلا فرض کنید بعضی از افسردگی ها هست که حتما به دارو درمانی احتیاج داره، بعضی ها هست که سیمتوم های مختلف داره، ولی در کل اگر به اون میانگین بخوایم نگاه بکنیم، اگر افسردگی حالا به نظر من نتیجه استراب و اون دیدگاه همراه با ترس و نادانی ما باشه و بمونه، چون دیدگاه ما رو به زندگی به طور منفی و خالی بودن در جا میزنه یه مدتی، این رو تبدیل میکنه به اون حس خالی بودن و پوچی بودنی که چند تا فقط از سیمتومای افسردگی هست. آفرین. چون بعضی ها هستن که مبتلا به افسردگی هستن ولی میگن که من اصلا حس پوچی و خلع ندارم، ولی فقط انرژی و بعضی وقتا انگیزه ندارم. اینه که به طور کلی میتونم بگم اگر حس استراب وقتی به بیماری استراب تبدیل بشه و روی دیدگاه ما به زندگی اثر بذاره و باعث بشه که اون ویدرائل یا انزوایی که ادلر بهش اشاره میکنه رو ما به خودمون بگیریم، چون ما به عنوان بشر باید با هم دیگه زندگی کنیم، باید حس بکنیم که نه تنها خانواده‌ای داریم بلکه به خانواده بشری متعلق هستیم. اگر به خاطر ترسمون خودمون رو جدا بکنیم از گروهی یا گروه‌هایی از این خانواده بشری و با این استراب خودمون هی زندگی کنیم، تنها باشیم، توی تنهایی باشیم، بعداً احتمال زیاد تبدیل به افسردگی میشه. آفرین. من فکر میکنم شما خیلی پخته در حقیقت ادلریان سایکولوژی رو توصیف کردی، چون یکی از مفاهیم کلیدی در نوشتجات ادلر یه کانسپتیه که بهش میگن سوشال اینترست، یعنی هر فرض رو بر این بکنیم، هم ادلر اینو میفهمید، هم یونگ میفهمید، هم فروید، که ما اول بایستی مدیکال ریزن ها رو آیدنتفای بکنیم، بشناسیم و کنار بذاریم که مطمئن بشیم این لحاظ به قول شما ژنتیکلی به خاطر امراض دیگه این دیپریشن آیدش نشده. وقتی این رو ما گذاشتیم کنار، اگر یه چیزی باشه که محیطی باشه، تربیتی باشه، اون موقع ادلر میگه که اینجاست که من میگم که یک فردی وقتی معنی در زندگی خودش نداره، ارتباط سالم با خانواده نداره، ارتباط سالم با اجتماع نداره، اون موقع هست که این ارتباط رو که نداره، راه های مقابلش هم نداره، اینه که میگه اصلا من جدا میشم و منزوی میشم. من فکر میکنم تا این قسمت رو ما با هم متفقیم. پس اگه اینه، من یه 10 دقیقه بعد خطوط رو باز کنم. اینطوری که شما میفرمایید نقش تربیت در بچگی خیلی مهمه، نیست؟ آیا شما با اریکسون موافق هستین؟ در چایلدهود اند سوسایتی خودش معتقد هست که تا 3 تا 5 سال اگر این رو نفهمیم و اون کاری رو که بایستی به عنوان مربی بکنیم نکنیم، شاید عوامل استراب و نگرانی افسردگی رو ما تقویت کردیم. من میتونم از شما سوال بکنم که اگر اریکسون درست بگه، که فقط هم اریکسون نیست که این حرف رو میزنه، یه کسی مثل عبدالبها عباس هم در نوشتجات خودش، اگرچه یک فرد فلسفی و مذهبی بوده،
معتقد هستی هستم اگر شما در بچگی این عوامل رو شناسایی نکنید و جلوگیری نکنید، همینطوری این مثل یه نقشی که در سنگه میمونه و کماکان سر خودش میزنه بیرون. اگه این درسته، اولین وظیفه یک مربی، چه میتونه والدینش باشه، چه میتونه محیطش باشه، چه میتونه مذهبش باشه، چه میتونه سیاستش باشه، برای این بچه چیه؟ چی باید به این یاد بده؟ من فکر میکنم به تازگیه که تعلیم و تربیت یا تعلیم و پرورش یه علم شده، چون بر اساس تحقیقات علمی که شده ما میدونیم که بچه در چه سنی اگر چه اتفاقی براش بیفته برای آیندهش در بزرگسالی چه اثراتی براش میذاره. اینه که من فکر میکنم اولین راهی که یک نفر، پدر، مادر، معلمین، اعضای جامعه بخوان برای رشد هر بچه‌ای اقدام بکنن، اینه که اول باید زوایای مختلف تعلیم و تربیت رو یاد بگیریم، بدونیم که بچه در چه سنی باید را بیفته، از چه سنی باید شروع کنه به حرف زدن، که اینا همه اسپکت های دیولوپمنتال بچه هست. این چیزی بود که اریکسون خیلی بهش توجه میکرد. و بدونیم که بچه‌ای که یاد میگیره راه میره از یه تکنیک هایی استفاده میکنه. اول سینه خیز میره، بعضی از بچه ها دستشون رو به صندلی میگیرن، وای میستن، و تمام اینا یه سری مراحل تکاملی داره که نه فقط برای رشد بدنیشون لازم است، رشد روانیشون رو هم همراهی میکنه. وقتی که ما با بچه شروع بکنیم از کوچیکی صحبت بکنیم، فقط این نیست که یه زبان رو یاد میگیره، راجب احساساتش هم بهش داریم اطلاعات میدیم. پس اول لازمش اینه که پدر و مادر یا بزرگسالان بدونن که این بچه از نظر فیزیکی و روانی در چه مرحله‌ایه و به کدوم جهت داره میره، و اونها رو یاد بگیرن و هدایتش بکنن. پس شما در حقیقت یه تفاوت عظیمی بین آموزش و پرورش قرار میدیم. پرورش آیا به معنی این هست که این بچه‌ای که متولد شده مخزن اسرار پر از جواهرات، اومده به این دنیا برای اینکه یک اثری از خودش بذاره، شاید بالقوه نیوتن زمانه، اینشتین زمانه، سقراط زمانه، و ما فقط نبایستی تعلیم بهش بدیم، بلکه مواظب باشیم چه تعلیمی میدیم فارغ از تعصبات، ولی اصلا مهمتر یه فضایی فراهم بکنیم که این پرورش پیدا بکنه. و اینجاست که سنسیتیویتی به این احتیاجات در دوران مختلف ایجاد میشه. اینم خیلی خوب. از کجا این بچه سوها، حبیب، حسن، جورج کی متوجه میشه که سوهاست دیگه جداست؟ اگرچه متحده ولی جداست، چون خیلی هم معتقدن که یکی از دلایل افسردگی اینه که individuation یعنی استقلال در فرد به وجود نیومده که بتونه مبارزه بکنه با مشکلات. من اگرچه 50 و اندی سالمه، شما که الان 22 سالته، ولی هنوز بچه مادرم. خب استرابه رو دارم، نگرانیه رو دارم، اگرم ازدواج بکنم هنوز میخوام یه مادر دیگه داشته باشم. آیا نقش استقلال و وحدت در ایجاد یک شخصیت سالم ساختن و به تبع در رفع اضطراب و نگرانی ناسالم چیه؟ از کی هم شروع میشه؟ یعنی از کی واقعا حبیب میگه آی
من فکر میکنم پیاژه، اریکسون، تمام کسانی که تئوری هایی رو نوشتن راجع به تعلیم و پرورش یه سنی رو میذارن برای اندیویجویشن و اون استقلال، ولی اگر ما همینطوری توی پارک ها و جاهایی که بچه ها بازی میکنن نگاه کنیم، اون لحظه‌ای که بچه اولین باری که میگه نو یا میگه نه، در حقیقت میخواد استقلال خودش رو ابراز بکنه. و این شروع یه مرحله باز تکاملیه که با من فکر میکنم یه جوری ضمیر ناخودآگاه خودم، من وقتی گفتم تعلیم گفتم تربیت، بعد خودم رو صحیح کردم گفتم پرورش. بله. برای اینکه اون قسمت تربیت هم یه کلمه یه که ما قدیم استفاده میکردیم و الان سعی میکنیم با پرورش جایگزینش بکنیم. به همین دلیل اگر این بچه درست پرورش بگیره، این نهی که میگه، یعنی که میگه من خودم همه کارامو میخوام انجام بدم، بعد از یه مدت که برای خودش ایجاد کرد که من مستقل هستم، تازه میتونه درها رو باز بکنه که اینتردیپندنسی رو ایجاد بکنه. یعنی بگه من محتاج کسی نیستم، کسی محتاج من نیست، ولی من میخوام که با بقیه زندگی کنم. آفرین آفرین. پس یعنی الان دیگه داریم میریم یه لول بالاتر سوخانم. پس استقلال به معنی خودبینی نی، استقلال به معنی برتری نی، به معنی کل شقی نی، استقلال به معنی آن است که من اراده آزاد دارم، میتونم فکر بکنم، میتونم تصمیم بگیرم و تصمیمای من میتونه تاثیرگذار باشه روی خودم و جامعه. ولی از طرف دیگه همونطور که شما فرمودین، اینتردیپندنسی با دیپندنسی خیلی فرق میکنه. یه موقع هست من اگه سوهان نیاد اینجا گریه میکنم، زاری میکنم، تلویزیون رو میبندم. یه موقع هست میفهمم که سوهان انسانه، میتونه سرما بخوره، میتونه مریض بشه، یه راه دیگه پیدا میکنم چون یه استقلالی دارم. ولی در این حالم من حداقل یه حیوان اجتماعیم، ارسطو. بنابراین چون ما از یک طرف یک سیستم همبسته‌ای هستیم، تمام امراضمون آیا میتونه این باشه که یا استقلالمون رو فدای این همبستگی میکنیم یا همبستگیم رو فدای استقلال میکنیم؟ یعنی تو این جدول شخصیت های اختلالات شخصیتی، آیا شما نقش سلف که به عنوان یه سالید سلف باشه، یه من سازنده محکم مستقل در مقابل یه من علکی آوکی، هرچی اونا بفرمان هرچی این بگه، ما که اصلا اراده ای نداریم، چون این یه سوء تفاهمی شده. خب سوها خانم شما چی فکر میکنی؟ من که ارزشی نداره حرفم، اصلا اعتبار نداره، هر چی دیگران بگم من مطیعم. اون یه طرف بیماری استراب و نگرانیه، از طرف دیگه اصلا من اهمیت نمیگم بگره چی میگه، حرفی که من میزنم همونه. پس آیا ما به اینجا میرسیم که یک فرد بیشتر استرابا و نگرانی هاش و افسردگی هاش به خاطر این هست که مهارت های لازم رو برای تعادل بخشیدن بین استقلال و وحدت نداره؟ این سواله. یعنی آیا این چیزی که در ادیان عدلر هم خیلی بهش توجه میکرد، از یک طرف معتقده به وحدت عالم انسانی بشیم، عدلر، بعد میبینیم بهاءالله، ولی وحدت عالم انسانی به معنی همه مثل هم شدن نی، همه مثل هم فکر کردن نی، یه گروهی از بالا به ما بگن آقا اینطوری فکر کن، اینطوری حس بکن نی، بلکه وحدت عالم انسانی به عنوان یک محوطه پرورش دهنده قوای درونی باشه که ما استقلال خودمون رو حس بکنیم، بهش میگن دایورسیتی به عربی، ولی در این حال
بدونیم که همه ما انسانیم. آیا این به نظر شما افسردگی رو تا حدی کم میکنه یا خیر؟ ببینید، ما معنی استقلال رو هم بعضی وقتا برامون خیلی مشخص نیست، چون توی خیلی از فرهنگ‌های مخصوصا فرهنگ‌های غربی استقلال رو بر این میدونن که از سن 18 سالگی نوجوان بره تنها زندگی بکنه، خودش کار بکنه، خودش خرجش رو در بیاره. ولی از نقطه نظر روانشناسی اون موقعی کسی استقلال داره که حریم شخصی خودش رو خودش تعیین بکنه و با مهارت‌هاش این رو به بقیه معرفی بکنه و بتونه از این حریم خودش دفاع بکنه و به حریم کسی دیگه تجاوز نکنه. مرحبا. پس یعنی این که شما در حقیقت داریم میفرماییم که چه من موبات بکنم چه موبات نکنم، اون میتونه اگر مزمن بشه یه اشکالای فراهم بکنه. ممکنه که استقلال مالی نداشته باشه طرف، ولی مهمتر از اون شما میفرمایین استقلال روانی و فکری و روحیه. خب اگه اینطوری شما بخوای بگید که شما الان اومدید به جایی که ما در ایران هستیم، چگونه ما استقلال فکری، روانی، اجتماعی پیدا بکنیم اگر وقتی متولد شدیم در طی تعلیم و تربیتی که داریم به ما گفتم باید به همین سیستم اعتقادی معتقد بشی، غیر از اینم نیست؟ ما چگونه میفهمیم مستقلیم؟ مثلا زن و مرد بسته ای داره کجا متولد شدی. اگه در یه خانواده متولد شدی میگه نه زنی وجود داره نه مردی، ما همه انسانیم. و اگر تو مردی یه قابلیت های مؤنثی درت هست، اگر زنم هستی یه قابلیت مذکری درت هست و از هماهنگی این دوتا شما در حقیقت یه انسان سالم تری. پس انسان نه زن نه مرد، ماورای این دوتاست، پس یه تربیته. حالا یه جا دیگه هستی میگه نه بابا، خدا اول مرد آفرید، مرد خوابالو شد، از دنده چپش زن آفرید. خب فکر نمی کنید این سیستم اعتقادی خودش منو بیچاره میکنه در مسیر تلاشام در جامعه و بعد تلاشای من به استراب و نگرانی و افسردگی برسه؟ یعنی نقش سیستم های اعتقادی چیه؟ شما چگونه اعتقادات رو باید باش روبرو بشید که جلوی افسردگی تو بگیره؟ سیستم‌های اعتقادی، حالا میتونه اعتقاد مذهبی باشه یا اعتقاد سیاسی باشه، هر چیزی که توی جامعه یا حتی محیط خانواده بر باور اون هست، مشخصاً اثری میذاره روی روان بشر. و توی کار درمان هم ما کاری که انجام میدیم اینه که اون وقتی که هر فردی تصمیم بگیره که حالش بهتر از اونی که هست، با اراده شخصی خودش میتونه که یک مقداری برای بهبود خودش تلاش بکنه. و اینی که جامعه یه مقدار زیادی ممکنه زورش بیشتر باشه کار رو مشکل تر میکنه، ولی همونطوری که با شناخت بیشتر خودمون و احساسات خودمون میتونیم حریم شخصیمون رو مشخص بکنیم و ابراز بکنیم که من عقیدم اینه، طرز فکرم اینه، علاقم به رشته تحصیلی اینه، حالا ممکنه که جامعه یه سدی یا دست‌اندازهای جلوی ما میذاره و ما میتونیم بهترین سعی خودمون رو بکنیم، ولی من فکر میکنم تا وقتی که ما دیدگاه واقعی خودمون بر این باشه که حریم شخصی من اینه، خواسته من اینه، هر چقدرم که سد جلوی ما باشه، جلوگیری نمیخوام بگم ظاهری، اگه که بله بخوای به عنوان یه زن در کشورهایی رانندگی بکنی بگی حق من هست ولی مملکت این اجازه رو بهت نده، هر چقدرم بدونی که حقته که این کار رو بکنی، تا وقتی که بهت این اجازه رو ندن اثر منفی خودش رو روی تو میذاره و یه جورایی جبر محیطیه.
و معمولا مشکل ترین مسائلی که ما توی کار روان درمانی باهاش مواجه میشیم اونجاییه که یا جبر طبیعت یا جبر سیاست یا عقیدتیه و اون موقع است که کار ما رو برای درمان پیچیده تر میکنه. آیا ولی... پس شما بفرمایین اگه من درست بفهمم قبل از اینکه خطوط رو باز کنن 10 دقیقه دیگه، من چون اینا رو باید ارتباط بدیم به بیانات قبل شما، از یک طرف استقلال دارم، از یک طرف باید وحدت داشته باشم. پس بنابراین اصلا وحدت عالم انسانی به معنی وحدت در کثرته. من آزاد هستم که به حریمم تجاوز نشه، خواسته های خودم رو ابراز بکنم. در این حال خواسته های من بایستی یه خواسته هایی باشه که به عبارت شما به حریم دیگری هم تجاوز نکنه. پس شما این پیام رو دارین نمیدین که در هر وضعیتی تو باید استابرن باشی، بگی که this is how I want، این اونیه که میخوام، غیر از اینم نمیخوام. بلکه اگه من درست شما رو بفهمم اینه که نه اسیر فرهنگ ها و سنت ها و اعتقادات بشو و نه اینکه کاملا باهاش معارضه کن، چون به قول فروید یه ریاکشن فورمیشن هم میتونه باشه. یعنی اینکه اگه بگن چادر سرت کن، شما فورا چادر رو بر میداری، موهات هم رنگ میکنی. خب این بیشتر شما رو دیپرس میکنه، چون کاری کردی یه عکس العمل نشون دادی، نرفتی ریشه یابی کنه. ولی شما چیزی که داری میگی، اگه من درست فهمیده باشم شما رو، اینه که اعتقادات رو بررسی کن، به اصطلاح خیام، به اصطلاح تمام فلاسفه مدرنتی، شما تحری حقیقت کن. اگه یه چیزی واقعا شما معتقد هستی که استقلال و وحدت رو داره از بین میبره، شما در حقیقت بلند شو و در مقابلش واسا، ولی راه مقابلت سالم باشه، مختل نکن. این درست من فهمیدم شما را یا خیلی؟ بله این درست فهمیدم. خب حالا سوال آخرم هم من میکنم، اینطوری که شما فرمودی منم 100% با شما موافقم و هر کدوم از این صحبتهای ما میتونه یه جلسه باشه، هر چقدر من خودشناسیم بیشتر بشه، عشق حقیقیم به خودم بیشتر باشه، من بهتر میتونم در مقابل بلایا دوام بیارم و بلایا من خوردم نمی کنه. آیا این درسته؟ فهم من؟ بله. و از اونجایی میاد که مخصوصا توی کاگنیتیو بیهیویر تراپی، یعنی با رفتار درمانی و با نگاه به دیدگاه ما به زندگی، ما خیلی وقتا استراب و حتی افسردگی رو اینجوری درمان میکنیم. پس یعنی در حقیقت شما یه چیز اساسی گفتی، احساسات من تابع افکار منه. پس یه راهش اینه که اگر من قهر کردم، شما یه کافی واسه من میخری، یه گلم به من میدی، این دوباره احساسات رو قوی میکنه یا ضعیف میکنه. ولی به جای اون میگی حبیب الله خان، این طریقتی که شما به این قضیه نگاه میکنی گرفتار کرده. پس یعنی اگر ما اعتقاداتمون رو عوض کنیم، نحوه فکرمون رو عوض کنیم، شاید دیدگاهمون به خودمون، به آینده و به دیگران عوض میشه، شاید انتظاراتمون کمتر میشه، شاید میفهمیم دنیا نتیجه قوای مختلف است، بعضی موقع خوشاینده، بعضی نی. پس اینطوری که شما داری به منده میگی، چگونگی مقابله با دنیا به توسط طرز فکری که داریم یکی از عوامل مهم مقابله با استراب و نگرانی افسردگیه. درست میفهمم؟ دقیقا. و یه مثال خیلی مشخصش رو وقتی که با دوستانی کار میکنیم که مواجه شدن با ترس بعد از یه حادثه که حالت PTSD دارن، مثلا فرض کنید کسی که از مار گزیده میشه، بدنش یه حافظه ای از اون
اتفاق بد رو داره و بهش به مغزش این فرمان رو میده که حتی از تنابی که سیاهه یا سفیدت به اون مسئله فارسی خودمون باید بترسی و حتی اگر این مالجه نشه تبدیل به فوبیا میشه که هر چیزی که یادآور اون اتفاق وحشتناک اون مریضی و اون گزیدگی مار باشه شما رو سیستمتون رو به هم میزنه و کاری که ما باید انجام بدیم بگیم که هر جسمی هر چیزی که اون شباهت رو داره دلیل این رو نداره که شما ازش بترسید. پس از ریسمان سیاه و سفید ما نمیترسیم. اگر یه بار مار ما رو زده و این ریسمونه هم مثل ماره باید. پس این اگر ما حالا بکر اینجا نشسته بود میگفت جنرالیزیشن نکن داره. کلی بافی. پس خود کلی بافی کردن ها همه ایرانی ها زرنگن، همه عرب ها اینطوری هن، ایناست که ما رو بیچاره کرده و همه اینا ریشه های استراب داره، همه اینا ریشه استراب داره. یعنی بعدم با این اعتقادات استرابات بیشتر میشه و چون تخیلیه بنابراین ما کاری نمیتونیم واسش بکنیم، اینه که افسردگی واسه اون بیاره. و چون کمک راننده بوده که حالا داره رانندگی میکنه و بر اساس واکنش داره فقط عمل میکنه و تصمیم گیری نکرده، همش اشتباهه. آفرین. پس اگه ما بخوایم یه نتیجه گیری بکنیم که جناب کارگردان تلفن ها رو باز کنن و دوستان با سوال های عمیق و اظهار نظر های پرمحتوا به ما زنگ بزنن، میتونیم بگیم سوال خانم هر چقدر وحدت، صلح، عدالت در اجتماع، در خانواده، در تمام مراحل زندگی بیشتر باشه، اضطراب جمعی کمتره، افسردگی ها عاملش تقلیل پیدا میکنه و از همه مهمتر اگر ما یه قابلیت هایی رو بتونیم پرورش بدیم که عشقمون به حرمت خودمون و به حرمت دیگران بیشتر بشه، ما همه رو نخواهیم مثل خودمون بکنیم، به اعتقادات مخالف هم احترام بذاریم، آیا همه اینها با هم دیگه یک سیستمی رو فراهم نمی کنه که ما حداقل بتونیم در مقابل بلایایی که بر ما وارد میشه ازش یاد بگیریم و به جای این که ظلمت ببینیم اون رو نور ببینیم. چه خوب گفت وقتی یه پیامیست از کلمات مکنونه میرزا حسین علی نوری و حالا، بلای عنایتی، بلایا عنایته، ظاهرش ناره، آتیشه، باطنش نوره، ظاهرش مصیبته، باطنش رحمته. موقعی که ما این بلایا رو فقط به ظاهرش نگاه میکنیم اضطراب و نگرانی و افسردگی میکشه، وقتی به عوامل سازندش پی ببریم شاید به قول یونگ هرچقدر عمیقتر بیفتی راه رو بازتر میکنه که تو موفقتر بشی. میتونیم این نتیجه کلی رو بگیریم؟ دقیقا. خیلی خوب، خطوط رو الان ما باز میکنیم، سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید و تا سوال بیاد ما به بحث دیگمون ادامه میدیم. شما چون فرمودین که رو مرحله فکرت رو عوض کن همه چی عوض میشه، کاگنیتیو بک میگفتش که مطلق گرایی، قلوف کردن یا بی‌حرمت شمردن و یا همه چی اتفاق میفته به خاطر من، اینا باعث عاملای شدید افسردگیه. میتونی شما توضیح بدی که مثلا اگر من بگم همه چی باید اینطوری بشه چرا افسرده میشم؟
یا میخوای سوال رو بگیریم چیکار کنیم؟ هر جوری که شما ترجیح میده. خب بذاریم ببینیم سوال رو بگیریم چون امکان داره سوال این پخته تر بشه. بفرمایید. سلام دکتر چنگیز آذر هستم و تشریف فرمایی خانم سهاد دشتی را خیلی ممنونم. قربان شما، خیلی خوش آمدیم، بفرمایید. مرسی. جناب ریاضتی، خانم دردشتی جوان هستم ولی من فکر میکنم شما با برملا کردن سن خانم ها در واقع دست به یک بازی خطرناکی میزنید. بله. خانم دردشتی عزیز، دو تا سوال دارم که در رابطه با هم هستن ولی قبل از آن از تعریف بسیار یونیک و زیبایتان درباره استقلال سپاسگزاری میکنم. سوال من اینه که آیا برای خودم کنجکاوم بدونم آیا تفاوت بین فردی که افسردگی داره و میدونیم که افسرده نوعی بیماری است و شخصی مثل من که با دیدن بی‌عدالتی های جامعه همیشه نوعی خشم و غم و غصه داره چیست؟ و آیا این اضطراب های من بیشتر فردی یا اجتماعی محسوب میشن؟ سپاسگزارم. خیلی ممنونم از سوال پرمحتوای شما. بفرمایید. خیلی ممنون از لطف شما و همونطور که قبلا هم یه مقدار راجبش صحبت کردیم، بیماری افسردگی انواع مختلف داره و ما اولین کاری که انجام میدیم وقتی که با کلاینتی مواجه میشیم، اول هر کانتریبیوتری که هر فاکتوری که ممکنه که به این عواملی که به این بیماری ممکنه ربط داشته باشه رو اول باید مشخص کنیم، چون خیلی از بیماری‌های جسمی ممکنه که باعث افسردگی بشه، حالا عوامل ارثی یا چیزهای مختلفی که داره. ولی اون لحظه که ما متوجه شدیم که به خاطر افسردگی توی یک یا بیشتر از یک مورد زندگی ما داریم اذیت میشیم و داره جلوگیری میکنه از زندگی موفق ما، اونجایی که باید فکر چاره براش بکنیم. مشخصا بی‌عدالتی و یه مقدار حتی به قوانین طبیعت نگاه کردن ما رو اذیت میکنه، برای اینکه خیلی وقتا بچه‌های خیلی معصومی دچار بیماری میشن و خیلی وقتا جاهای دنیا زندگی میکنن که درمان براشون مقدور نیست. خیلی وقتا متاسفانه به دلایل عقاید مذهبی یا نژادی مورد discrimination، تبعیض قرار میگیرن و سوال اونجاست که ما باید چی کار کنیم وقتی در یک همچین دنیای زندگی میکنیم که بی‌عدالتی هست و ما ازش ناراحت میشیم. من خودم هم همینطور که با بچه‌ها و سنین مختلف کار میکنم و خیلی هاشون مورد تجاوزهای مختلفه، چه جنسی و چه جسمی حتی، مواجه میشن با این مسائل، خودم هم این حس افسردگی مبتلا میشم و برای خودم چیزی من رو کمک میکنه و اون اینه که در دنیا همه این مسائل وجود داره. اگر من بخوام توی اتاقی بشینم و با مردم در تماس نباشم که این مسائل رو نبینم که دل آزرده نشم، خیلی ممکن نیست، چون اون وقت خودم افسرده میشم. و یکی از بهترین چیزهایی که برای خود من حتی به طور شخصی کمک کرده اینه که من خودم رو اینوالو کردم برای اینکه یه قسمتی از بهبودی زندگی این عزیزان باشم. حالا یه کسی به عنوان روانشناس مثل من مستقیما کار درمانشون رو انجام میده، ولی ما گروه‌هایی رو داریم که کمک‌های مالی می‌کنن، وقتشون رو می‌ذارن با بچه هایی که فرض کنید پسر بچه ای که سرپرست مرد نداره، مثل پروگرام های بیگ برادر میان هفته دو سه ساعت وقتشون رو میذارن. یعنی اگر بخوام خلاصه کنم، با خدمت به جامعه بشری سعی میکنیم یه دیدگاهی به این داشته باشیم که وقتی که من یه کار مثبت انجام میدم تمام درد بشریت برطرف نمیشه، ولی یه درد یه ذره کمتر شد. آفرین. یعنی در حقیقت سوال عمیقی بود. سوال هم جوانب مثبتش رو میشه در نظر گرفت، هم جوانب منفی.
نه به مثبتش اینه که خب عدالت اجتماعی هست نیست، میکشن، میبرن، میزنن. خب این چون ما انسانیم باید ناراحت بشیم، باید مضطرب بشیم. ولی اگه اونجا بمونه فقط، اونجاست که افسردگی میاد سراغ. گاندی عجب مرد شریفی بود، این جمله معروفش که be the change that you would like to see in the world، اون تغییر و تحولی که تو دنیا میخوای ببینی، خودت یه ایجنتی بشو، یه عاملی بشو در حد خودت با وسعت خودت. ولی گاندی یه چیزی هم که میگفت، گاندی خیلی نوشتجات زیادی داره سوخانه، میگفت منتظر نباش عدالت از خارج بیاد سراغ تو، چون هیچ موقع نمیاد، چون عدالت چیزی نیست که اونجا ساخته شده بیان. چون خیلی ها معتقدن خداوند یه دنیای خیلی قشنگ عادل و صلح‌آمیز پر از وحدتی فراهم کرده، من و سوها خانم ساعت 3 بعد از ظهر که تموم شد بدو بدو میریم توش. خب خود این عامل استرابه، نگرانیه، چون اعتقاد فرسوده است. چرا؟ چون از اول چرا خداوند ما رو نذاشت اونجا که حالا اومدیم ما بیچاره هیچ چیزی میخوایم بریم اونجا؟ پس این اعتقاد فرسوده است. ولی اگه بیایم بگیم ما این چیزا رو میبینیم، عواملش هم میشناسیم، در حد خودمون چه جامعه شناسیم، چه روانشناسیم، چه تراپیستیم، چه سی او یک شرکتیم، چه وضعیتی رو فراهم کنیم که این سیستم عوض بشه، شاید اون ما رو کمک بکنه که یه معنی در زندگی پیدا کنیم. کسایی هستن مثل صاحب کتاب Search for Meaning که میگه باید تو معنی تو این زندگی پیدا بکنی. معنی هم همیشه واسه این نیست که چی واسه من داره، چگونه من میتونم روز رو یه ذره روشن‌تر بکنم برای هم نوع خودم. آیا این میتونه هماهنگی داشته باشه با سوال ایشون؟ فکر میکنم یه مثالی که خیلی وقت آدم میشنوه اینه که بعضیا میگن من از این امتحان 20 گرفتم، بعد امتحانو که خوب نمیدن میگن معلم به من 0 داد. آفره. و این از اون باوری میاد که ما وقتی که چیز مثبتی رو به دست میاریم میخوایم افتخارش رو به خودمون بدیم، و وقتی یه مشکلی هست، یه چیزی مطابق میلمون نیست، میخوایم بریم سراغ کسی دیگه و بلیم رو روشون بذاریم و بگیم که مشکل از شماست و باید اون رو حل بکنید. من فکر میکنم جامعه بشری به جایی رسیده که باید مسئولیت پذیر باشه و بدونه که هر قطره ای از اقیانوسه که اقیانوس رو تشکیل میده. از نقطه نظر حتی ما وقتی به جامعه نگاه میکنیم، ریسایکل کردن، خیلی ها بر این عقیدن که حالا این یه بطری پلاستیک رو بندازیم تو آشغال هم چیزی نمیشه، یا اینکه من اگر این بطری آب رو ریسایکل نکنم اشکالی نداره، حالا یه دونه که تفاوتی نمیذاره، ولی همین یه دونه هاست که یه کل رو تشکیل میده و با اون توضیح شما برای وحدت و حتی استقلال هم ربط داره. چون من اگر عقیده داشته باشم که من از بقیه بهترم، دیسپوینتد میشم، ناراضی بر میگردم، چون توی زندگی همیشه کسانی هستن که توی یه مورد ممکنه من از یه نفر بهتر باشم، ولی تو مورد دیگه 100 نفر دیگه از من بهترن. برای همین به معنی کامل اون استقلال یا حرمت نفس اگر بخوایم نگاه بکنیم، اینه که فروتنی لازمه، ولی نه اونجایی که اشتباهش بکنیم با اینکه بگیم من بی اهمیتم. آفرین. شما الان انقدر این بحث قشنگه، ببین ساکتن، یه دونه زنگ نمیزنن. این آقای چنگیز خان فقط ما زنگ زد. ببینید تفاوت بین
حرمت نفس، اعتماد به نفس و خودبینی. یه بیانیست میگوید خودبینی نتیجه کمبینیه. شما به یه مسئله اشاره کردی که اصلا محور نوشتجات کارل یونگ. شما اگر فرد رو سالم بکنی در طول نسل‌های متوالی یه وضعیت بهتری رو ایجاد میکنی، ولی فرد رو مستقل کن، در این حال وحدت رو در ذهنش ایجاد کن. این حرف شما بی نظیره. بیاییم حالا عملا. اگر شما دوباره بهم یه سوال خواستم بکنم، من نفر آمد خدا یا شما رو دوست داره یا من رو دوست نداره. خب خیلی خوب، نمیدونم بگیرم در بذاریم ببینم. خیلی هلو، بفرمین. بفرمین قربان. الو، سوالم رو بگم. بله بفرمین. عرشبت که یک شخصی که سنش بالای 40 ساله، دچار خشم و عصبانیت شدیده، چه نوع معالجه‌ای لازم داره و طول درمانش چقدره؟ خیلی ممنونم از تلویزیون توجه فرده. من قبل از این که البته ساخنم وارد این معرکه بشوند، این برنامه ها ابدا برنامه سایکوتراپی نیست. یعنی ما اینجا فقط دانش پروری میکنیم، نه تجویز میکنیم، چون ما هیچ گونه ارزشیابی از هیچ کسی نکردیم. بنابراین آن چیزی که من میتونم عرضه کنم و سوا خانم ادامه بدن آن است که مدت زمان یک ریکاوری یا به سلامت آمدن بستگی کلی داره با وضعیت خود فرد. یعنی تا فرد رو ما نشناسیم، عاملاش رو ندونیم، تأثیراتش رو ندونیم، وضعیتش رو ندونیم، نمیدونیم چگونه در حقیقت یه مداوایی رو تجویز بکنیم. به صورت کلیه. پس بنابراین ما در اینجا شاید سوا خانم بتونیم بگیم یه فردی که بالغ 40 سالشه، حالا در وضعیت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، خانوادگی، تعلیم و تربیتی، ایمپلویمنتش، همه اینا رو که بگیریم، شاید سوال ایشون اینطوری میشه چجوری با این آقا یا خانم روبرو بشیم؟ چند سال میکشه؟ 10 دقیقه میکشه؟ 20 سال میکشه؟ شاید این بهتره که بتونیم این سوال این فرض رو یه جنبه عمومی بدیم که دیگران هم ازش استفاده کنن. همونجوری که شما بهش اشاره کردین، واقعا به فرد بستگی داره. بستگی داره که این استراب به چه دلیل شروع شده، چند وقته که با استراب مواجه هستن. ولی چیزی که خواستم بهش اشاره کنم اینه که ما معمولا حس و احساسات رو هیچ وقت نمیخوایم عوض بکنیم. اگر توی یه اتاقی کسی حس سرما میکنه و بقیه سردشون نیست، نمیتونیم بگیم نباید سردت باشه. این آدم این حس رو داره، حالا به هر دلیل، ممکنه بیماره، ممکنه تب داره که بدنش این احساس سرما رو داره ولی بقیه این حس رو ندارن. منتها ما اونجایی با اشکال برمیخوریم که به خاطر حسمون با رفتارهای خودمون رو ابراز میکنیم، به بقیه توضیح میدیم حسمون رو، که هم برای خودمون و هم برای بقیه مشکل ساز میشه. بله. و اونجایی که باز بستگی به مورد مشخص، باید به این مورد رسیدگی بشه و طرف اول باید با حس عصبانیتش آشنا بشه، بدونه در چه مواردی و با چه اتفاقهایی این حس بهش دست میده، بعد شناسایی بکنه. با وجود اینکه میدونه، میگه خب من وقتی عصبانی میشم درا رو به هم میزنم، داد و بیداد میکنم، میدونم چی کار میکنم، ولی اون حس اورنس و خودشناسی باید واقعا اتفاق بیفته که ما بدونیم این نقطه ها رو به هم وصل بکنیم. آفرین. یعنی در حقیقت شما بفرمایید به زبان دیگه ای که من فهمیدم، آن است که ما که اطرافیانیم
یه حس همدردی بکنیم، قضاوت نکنیم، کوچیک نکنیم. و اون کسی اگر حبیبی مضطربه، حبیب باید این خودآگاهی رو پیدا بکنه که میبینه یه ناراحتیایی داره، حالا میره در میزنه به هم، به زنش بد بیرا میگه، بچهشو میزنه، میگه اصلا همه اینا تقصیر رئیسمه، اصلا میدونی چی، همش تقصیر دینمه، اصلا خدا چرا من اینطوری آفرید. خب این مرحله خوبیه اگه فرد به اونجا برسه، یعنی حداقل داره میگه که من تو این وضعیتی که هستم خودآگاهی دارم که وضعیت خوبی نیست. حالا بعدش باید بخواد که کمک بگیره خودش و کمک بگیره که یه قوای دفاعی بهتری رو بهش ما عرضه کنیم، که به جای این که وقتی که مضطربی تو بیای سر زنت داد بزنی، بهتره بری یه چند لحظه یه قدم بزنی، فکر کنی، به عاقبت اندیشی کنی. ببینین، یعنی مهارت‌های دفاعی در مقابل اینها مهمه. پس ما نمیتونیم یه کلی بافی بکنیم، بگیم این چون مضطربه، چون نگرانه، چون افسرده است. همین 5 دقیقه قبل یه پیشنت دیگه من داشتم، اونم این بود، اینه که سوال خانم شما دیگه اصلا نیست سراغ من، همین قبلیه رو برو ببین، همون تجویزی که من کردم انجام بده برو. چون ما معتقد هستیم حداقل مطابق این صحبتهایی که کردیم، انسان ها مستقلن، انسان ها پویایی دارن، و اشتباه ما اینه که اولا به اینها بگیم بیمار. به نظر بنده اگر یک کسی دیابت هست، ما قضاوت کلی دربارش میکنیم؟ نه. من اگه افسردگی دارم، اگه پژمردگی دارم، به جای اینکه قضاوتم کنی، من رو ورای پژمردگیم ببین که انسانم، انسانی هستم که چالش هایی تو زندگیم داشتم. مثلا در عرض این 30 سال وضعیت سیاسی، فرهنگی، مذهبی در ایران باعث شده که یه مقدار حقوق و مزایا نادیده گرفته بشه. حالا من مضطرب میشم، چرا؟ بعد چیکار میکنم؟ اصلا تمام اینا تقصیر اسلامه، تمام اینا تقصیر خداست، ایناست که اضطراب به وجود میاره. نه، این وضعیت پیش اومده، ولی دلیل نمیشه که دین بده، دلیل نمیشه که خدا بده، دلیل نمیشه که اعتقادات بده. فقط یه دلیل داره، من شاید باید اعتقادات سالمتر، مفیدتر، انسانیتر پیدا کنم. دقت میکنین؟ یعنی یه مقدار جوابا جهانیه، یه مقدار جوابا فردیه، و این دوتا با همه. یه دونه یه سوال رو من سوال خانم بفرمین. خب. من خواستم با آقای ریاضتی سوال داشتم. شما روی خط هستیم، بفرمایید. حبیب ریاضتی در خدمت شما هستم. با تشکر از برنامه خوب شما، سوال من این هستش که افرادی که دستگیر میشن، بهشون زور میشه و بهشون میگن شما از عقیدت برگرد، ما شما را آزاد میکنیم، اگر نه شما را اعدام میکنیم. اونی که میگه من عقیدت بر نمیگردم، خیلی ممنونم. به به، چه سوال پخته ای کردین. یعنی در حقیقت سوال خانم، اول شما برو من یاد بگیرم دنبال شما. یعنی در حقیقت با این اتفاق افتاده اینی که ایشون میفرمایند در همه جای عالم، ولی چون این برنامه ایرانیه، در ایران خیلی ها به خاطر مرام‌های اعتقادی خودشون، ام از سیاسی، فرهنگی یا مذهبی، مورد ظلم و ستم قرار می‌گیرن. بعضی‌هاشون
به دلایلی که خودشون دارن ول میکنن مرام رو، یه عده دیگه تا دم مرگ میرن استقامت و شجاعت خودشون رو ثابت میکنن. و فقط هم مربوط به مذهب نی، شما کسایی رو داریم مثل سقراط که جان خودش رو گذاشت بر روی مرام صحیحی که داشت. آیا اینا درست اینطوری یا باید بجنگی؟ چیکار باید بکنیم؟ اون رو چگونه؟ این سوال ایشون این است که این گروه در حقیقت رو چگونه ما بفهمیم در قبال استقلال و وحدتی که شما تعریف کردین. سوال من اگر درست شنیده باشم، ایشون سوالشون این بود که چه حسی دارن؟ چه حسی دارن که نتیجه چه فکری دارن؟ همینجوری که شما گفتین سوال بسیار عمیقیه و اگر من بخوام بر اساس اطلاعاتی که خودم دارم یه مقداری بخوام جواب این سوال رو بدم، اونه که احتمالاً اینجور آدم ها به جایی میرسن که خودشون و عقیدهشون یکی میشن. خوبه بده؟ آیا عقیده من منه یا عقیده من در خدمت منه؟ حتما من در خدمت ما باشه. نه، من سوال میکنم، به صورت سوالی مطرح میکنم. آیا عقیده کمک رارنده است یا عقیده رارنده است یا عقیده و رارنده در حقیقت یکیه؟ اوکی. من فکر میکنم اگر عقیده این افراد اینه که کاری که انجام میدن به صلاحه، به قیمت جونشون، احتمال زیاد خودشون رو یه قسمتی از یک جامعه بزرگتری میدونن که احتمالاً شاید این اسم رو هم روشون گذاشتن که خودشون رو فدای عقیده یا اون عقیده میشه جامعه بشری میکنن، به این باور که اگر رفتاری که میکنن برای رسیدن به هدفشون حتی جونشون رو مایه بذارن، بر این عقیده هستن که اون کار درستیه. آیا چون اینا اینطوری فکر میکنن درسته؟ اگر من معتقد باشم به یه عقیده فاشیستی و بعد برم تو نیویورک و یه چیزی هم به خودم ببندم که فدا بشم به خاطر عقیدم، آیا این صحیحه؟ ضرورتاً شرایطه، چون ببینید سوال ایشون خیلی سوال پخته ای بود. ما یه گروهی رو داریم مثل گاندی که اعتقاد خیلی راسخی داشت، میگفتش که در راه عقیده خودت جان خودت رو هم فدا بکن، اگر اون عقیدت نفع جهانی داره و به وحدت کمک میکنه. ما میبینیم این روش در حقیقت میگه اعتقاده که با من یکی میشه اعتقاده باید سالم باشه. یعنی اگر نگاه بکنیم به مثال خوبش در همین سنین اخیر، چقدر دوستان باهایی ما رو، مسیحی ما رو، مسلمان ما رو کشتن. من اصلا کاری به سیاست ندارم. اگر بگیم که اینا کشته شدن به خاطر اینکه با عقیدهشون یکی شدن، خب یه مقدار اون وقت گرفتاری پیدا میشه که خب اگه این بخواد توجیهش باشه، خب دیگران هم میتونن همینه بگن. یا میتونیم بگیم چون اینها معتقد بودن این عقیده، مثلا اعتقاد به این که هر فردی آزاده که اعتقادات مذهبی سالم خودش رو خودش انتخاب کنه، تحری حقیقت کنه، دوره تبعیت از یک آخوند گذشته، خب این یه اعتقادیه که نه تنها این فرد رو داره نجات میده، معتقد هست که جامعه انسانی رو هم نجات میده. بعد میگه اگر من حتی جون خودم رو بذارم بهتر از اینه که مثل اینا عمل کنم. اینا میتونن خیلی راحت بگن نه ما نیستیم، میتونن با اینا دشمنی و نزاع بکنن، ولی از صداقت منحرف نمیشن، شجاعت رو مرام خودشون کردن، استقامت رو راه وصولش کردن،
چون مطمئنن که به مرگ جسمانیشون پیام جهانیشون از بین نمیره. آیا این راه فرق نمیکنه با کسی که با یه عقاید افراطی زندگی میکنه که هم خودش رو معذب میکنه و هم دیگران؟ مسلمه خب خیلی فرق میکنه. و چون سوال این بیننده عزیزی که زنگ زدن این بود که به این افراد اگر پیشنهاد میشه که اگر از عقیدهشون برگردن یا از اون نقطه نظری که داشتن ابرازش جلوگیری کنن به اصطلاح آزاد میشن، خب مشخصا خیلی تفاوت داره. آفره. پس یعنی میتونیم بگیم سوال خانم بسته ای داره به نوع عقیده. اگر یه عقیده پوشالی باشه، تو خالی باشه، فقط بخواد تبعیض ایجاد کنه، بخواد مطلقگرا باشه، وحدت رو در این ببینه که همه یا مثل ما فکر کنین یا اصلا وجود نداریم، خب این عقیده عقیده فاشیستیه. اگه منم داشته باشم در راه این عقیده هم اگه فدا بشم، من جون خودم رو هدر دادم. و اگه بخوایم برش گردونیم به مبحث استراب و اون استقلال شخصی که چند دقیقه پیش راجبش صحبت میکردیم، به اونجایی ما رو برمیگردونه که ما تا وقتی که فقط عقیده خودمون رو بپذیریم، حتی کسایی که دوقلو هستن تفاوت‌های نظری و عقیده‌ای با هم دارن. آفه. اینه که ما در دنیا حتی نسبت به خواهر برادرای خودمون احتمالاً اختلاف نظرهامون بیشتره تا چیزهایی رو که باشون مشترک، حالا از نظر سلیقه یا چیزهایی رو که دوست داریم. به همین دلیل اگر بخوایم به استقلال شخصی نزدیکتر بشیم، هرچی بیشتر عقاید دیگران رو احترام براشون قائل باشیم و رفتاری که کسی داره به عنوان بی احترامی و بی حرمتی خودمون فقط نگاه نکنیم و دنبال دلایل دیگه ای هم باشیم، مثل مثالی که شما گفتین اگه کسی دیر به وقتش برسه، نمیگم آدم بدیه، میگم شاید گرفتار شده، زندگی رو برای خودمون هم راحت تر میکنه و با اون دیدگاه این که من قربانی هستم زندگی نمی کنیم، بلکه مسئولیت پذیر میشیم. آفرین. پس اگر بخوام، یعنی مثل اینکه یک نفر یه داره زنگ میزنه ولی تا کلیر بشه که من بتونم بگیرم، ایزه بدیم من بگیرم این رو یا نه. بفرمین. با درود. بفرمین. من یه سوال دارم، اینه که آیا هر انزوای ریشه روانی داره یا اینکه نه؟ ممکنه بعضی ها منزوی باشن ولی روانی هم نباشه. سوال خوبی است. یه دقیقه داریم. بفرمایید. من فکر میکنم که اگر ما دو راه رو برای مواجه شدن با خشم و عصبانیت انتخاب بکنیم که یکیش اگرسیوه و با پرخاشگری طرف خودش رو ابراز میکنه و راه دیگه یه مقدار با انزوا و خودش رو کنار کشیدن اگر باشه، به نظر من هر دوی اینا مخربن. و اینی که ما به عنوان انسان به هر دلیلی اگر بخوایم دوری بکنیم از جامعه بشری، خانواده، همکاران، معمولاً چون سوالتونم خیلی کلی بود، نتیجه خوبی نداره. حالا اینی که بگیم کسی که انزوا میگیره آیا روانیه یا مشکل روانی داره، خیلی وقتها ما یه سیمتومایی، یه عوارضی رو داریم ولی ممکنه که دایگنوز یا تشخیص داده نشیم که افسردگی داریم، ولی روحیاتمون، رفتارمون تمایل بیشتری داره، شباهت‌هایی داره به بیماری‌های افسردگی و بیماری‌هایی که مربوط به استرابه. ولی اصولاً با انزوا گرفتن و با دوری از بقیه مسئله حل نمیشه و دوری بیشتری رو ایجاد می‌کنه. این کاملاً صحیحه. من قبل از اون که سوال آخر رو هم بگیرم، شما البته باید یه تفاوت کلی سرور عزیزم بذارین. بعضی موقع ها ما یه اسپیسی میگیریم، در عالم هستیم ولی میخواییم که یه تأمل و تفکر و تعمقی بکنیم، اون رو ما با انزوا بیمارگونه تفاوت میذاریم. یعنی خیلی موقع هست که شما یه بریک لازم دارین برای اینکه بتونین خودتون رو سنتر بکنید، خودتون رو محور بکنید، ببینین نکات مختلفه چیه، نقاط مختلفه چیه. اون چیزی رو که
خانم عزیز بهش اشاره کردن، موقعیه که عوامل مختلفه نشون میده که این فرد در حقیقت انزوا رو به عنوان فرار داره انتخاب میکنه، نه به عنوان این که بره و تعمقی بکنه و یه راه حل اساسی ایجاد بکنه. چون در مرحله دوم انزوانی یک تعملیه که با مشورت هم بتوام میشه. بنابراین این تفاوت‌ها رو باید قائل بشویم. سوال آخر رو میگیرم البته. بفرمایید. خواهش میکنم. خیلی ممنون از برنامه جالبتون. سوال من در مورد دو نوع انسانیه که صحبت شد، اگر بخوایم بگیم انسان مرزی و مدنی و انسان جهانی، آیا اضطراب های این دو نوع انسان تابع زمان و مکان هست یا نیست؟ خیلی ممنونم. من البته 17 ثانیه دارم، متاسفانه من باید این رو بذارم برای دفعه بعد. اگر مهمانم نتونست این مسئله رو پیگیری کنم، خودم قول میدم که دنبالش رو بگیرم. اگر نکردم مجددا زنگ بزنید. ولیکن با تفکر روی من جهانی، من استقلال فردی نباید از بین بره و هیچ موقع نمیره، چون من و جهان پیوستگی جوهری داریم. با این مقدمات اصولی و تشکر از خانم عزیز که انشالله بازم از وجود مبارکشون مستفیض میشیم، ممنونم از سوالات شما، نظریات شما و تا هفته آینده شما رو به خدا میسپاریم. خدا نگهدار.